با وجود اینکه پیشوایان همواره آراسته به زیبایی های باطنی بودند، قبول، اما تفاوت در آراستگی ظاهری آنان بر اساس تغییر کدام مورد قابل فهمه؟ بچه ها از ببینید بچه گلم، همه پیشوایان ما حواستون باشه هم به آراستگی ظاهری توجه میکردن هم به آراستگی باطنی. بگی یکی غلطه، هم ظاهری هم باطنی، اما حالا تفاوت در زمانشون بود یا نبود؟ 100% بود. تفاوت در پوشش در زمان امامان معنا داشت، نمونه بارز. خب حالا این تفاوت بچه ها میگه بیانگر چیه؟ کدوم جمله قابل فهم برای این عنوانه؟ من جواب میدم بهترین گزینه گزینه یک خواهد بود. یعنی چی؟ شرایط زندگی مردم و توان طبق شرایط زندگی مردم و توانایی آنان. من اینو میخوام بچه ها در واقع توضیح کوتاه بدم. میگن یک فردی که ادعای زهد و تقوا پرهیز میکرد اومد خدمت امام صادق علیه السلام، امام ششم، عرض کرد که یا آقا امام صادق، بچه میدونید در واقع به تعبیر امروز ما جزء شیک پوشترین امامان بوده، لباسا خیلی در واقع فاخر و شیکی میپوشید. بعد عرض کرد که یا آقا جد تو پیامبر چنین لباسایی نمیپوشید، چرا شما دارید چنین لباسای فاخری میپوشید؟ امام صادق عزیز فرمود زمان جد من زمان سختی ها و در واقع تنگناهای مشکلات اقتصادی زیادی بود در واقع، ولی الان اون زمان سختی ها تنگی ها معنا نداره. این نشون میده بچه‌ها پیشوایان معصوم ما طبق شرایط زمان زندگی مردم بودند. پس بهترین گزینه گزینه یک خواهد بود.